رحمان مدحگونی خود را زیر تنقید قرار گرفت. حکومت روسیه برای رواج دادن مدنیت خود در تاجیکستان 6 میلیارد روبل صرف می نماید. در زندانهای روسیه بیش از 20 هزار نفر شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند. موجود بودن تبلیغات و مدحکنی رئیس جمهور را به نزدیکی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تصدیق نمود. افسوس که از تلویزیون مرکزی سر کردم خود تعریفونی زیاد است. یا که در جامعه ما دیگر کمبودی وجود ندارد. وقتی که از حد زیاد خود تعریفونی دوای میکنیم، ما به خطاگاه جدی را میدیم. یعنی کمبودی را ما خود دیده و دانسته چشم میپوشیم. برعکس، کمبودی را آشکار کرده و راه های حل و فصل آنها را جستجو کرده مدکو و برطرف سازیم. ابراز نمود رحمان در کشاده شوی استودیای نوی تلویزیونی در ولایت سغد. در نوبت خود رئیس شعبه ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان الهام جمالیان که در واخوری با پرزیدنت اشتراک کرده است تصدیق نمود که اکثریت ژورنالیستان جرأت ندارند تا در خصوصی معماهای مهمی منطقه بنویسند و سخن گویند و کارهای حکومت داران را زیر تنقید قرار دهند. رئیس اتحادی وسایت اخباری عامه مستقل تاجیکستان نوردین قرشیبایف میپندارد که بیانات رئیس جمهور رحمان خودنمایی کردن میباشد. کاتب مطبوعاتی رئیس جمهور عبدالفتاح شریفزاده مدحکنی شخصیت رحمان را چنین شرح میدهد: برای آنکه مردم او را از تحت دل دوست میدارند. ابراز نمود او. باید قید نمود که امروزها در خصوص رحمان منصبداران و اربابان دولت تاجیکستان 2256 شعر نوشته شده است. در همصحبت با خبرنگاری خبرها دامالله شاکرخان از دوشنبه آیدی موضوع چنین شرح داد: مدحکنی رحمان حتی در مسجدها تبلیغ کرده می شود. امام خطیبان و مردم کشور مجبورند که سیاست کنونی را دستگیری نمایند، وگرنه آنها را خائن ملت اعلان میکنند. ولی به همگان معلوم است که یک ساکن کشور از جمله طلبه مکتب باشد و یا دانشجوی دانشگاه تحصیلاتی و فرمان کسی به رژیم صادق بودنش را بدون خواهش اظهار میکند. آره هستند آنهایی که رحمان را دستگیری مینمایند، اما آنها نه از مردمان بلکه یک چند منصبداران و فرزندان آنها. اینچنین صاحبکاران به رژیم نزدیک می باشند که رحمان و نزدیکانش آنها را دستگیری می نمایند. آنهایی که رحمان را مدح می کنند با مقصد به دست آوردن مکافات و یا منصبدار شدن در خدمات های قدرتی به رژیم صادق بودن خود را نمایش می دهند. در آینده یک چند سال نزدیک حکومت روسیه برای ساختمان 5 مکتب روسی در تاجیکستان 6 میلیارد روبل جدا می کند. در این خصوص سنه 25 اکتبر معاون یکمی رئیسی کمیته شورای فدراسیه آید به فن، معارف و مدنیت لیلیا گومیروا در میز مدور آید شرایط و دورنمایی همکاری های اجتماعی و گومانیتری روسیه و تاجیکستان فن، معارف، مدنیت، تندرستی ابراز نمود. چارابینی های مذکور در چارچوبه ششمین فاروم بین پارلمانی روسیه و تاجیکستان اقتداری همکاری های بین منطقوی در شهر مسکو برگزار گردید. مکتب ها برای پیشروی زبان و مدنیت روسی در تاجیکستان ساخته می شود. جالبی دقت آن است که شماره روس هایی در تاجیکستان بوده خیلی کم می باشد که ساختمان مکتب های روسی عیناً برای اهالی مسلمان نشین منطقه بوده برای روسی گردانی و همگیرایی مدنیت روس با مسلمانان نگرانده شده است. بنابر اطلاع خدمات فدرالی اجرایش جزای فدراسیای روسیه در سیستم پنیتنسیاری عین زمان 27780 خارجیان ادای جزا می نمایند. اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و قرقیزستان می باشند. اطلاع میدید شبکه 360 تیوی نقطه رو.
خبرنگاری خبرها با نزدیکان و خویشاوندانی در روسیه از آزادی محروم شدگانی که شهروندان تاجیکستان و ازبکستان می باشند هم صحبت شد. در رفتی صحبت با یک چند آیله ها معلوم شد که اکثریت آسیاگی هایی که در جای های محرومیت از آزادی قرار دارند با پرونده های بافته شده قانونگذاری ضد تروری محکوم می باشند. должна иметь упреждающий характер и направлена на устранение причин и условий. Ёд раз мекунем ки каме пеш котиби шӯрои амнияти Русия Николай Патрушев муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Миёнаро дар паҳншавии терроризм дар Сибир муттаҳам намуда буд. Дар он замон ӯ иброз намуда буд. Эҳтимоли зиёде ҳаст ки ба минтақаҳои Сибир намояндагони ташкилотҳои байналмилалии террористӣ дохил шаванд. او یکی از سببهای زیاد شوی گویان تهدیدهای تروریستی را با سرعت افزایش یا به مهاجرت مهنتی از آسیای مرکزی نامید.